در این آموزش میخوام در مورد ریورس کردن و حرکات معکوس خدمتون توضیحاتی رو بدم. در نرم افزار ادیوس فیلم خودتون رو انتخاب بکنید، وارد تنظیمات سرعت بشید، اسپید، کلیک راست، تایم افکت، اسپید. در این قسمت یک دکمه دارید تحت عنوان بکورد. اگر دکمه بکورد رو بزنید فیلم رو به عقب حرکت میکنه. به عنوان مثال ببینید. وارد تنظیمات سرعت میشم، بکورد رو میزنم، اوکی میکنم. فیلم الان با حالت معکوس خودش داره پلی میشه. کنترل زد میزنم تا با حالت اولیه خودش برگشتم. حالا ببینیم چطور میتونیم یک جلوه معکوس رو روی فیلم ایجاد بکنیم. پلی میکنیم. در هر قسمتی که خواستید حرکت معکوس اتفاق بیفته اضافه فیلم رو ببرید. فیلم رو که بریدید یک کپی از این قسمت میگیرید و مقابل اون پیست میکنید، یعنی دو تا کپی شبیه هم. طول زمانی برش دوم خودتون رو دیگه تغییر ندید. وارد تنظیمات سرعت بشید، در این قسمت حالت بکورد رو فعال بکنید. اگر در قسمت سرعت هم یک عدد منفی تایپ بکنید، مثل میمونه که همین دکمه بکورد رو فعال کرده باشید. اوکی رو میزنم. حالا ببینید، حالا اگه خواستید میتونید سرعت این قسمت رو زیاد بکنید، یعنی 100 رو بذارید روی منفی 200، عدد منفی تون نره، در حالت بکورد است. مجدد ام رو زدم، اضافه فیلم رو در این قسمت بریدم، یک کپی از این لایه میگیرم و روبروی اون پیست میکنم. حالا وارد تنظیمات سرعت میشم مجدد و در این قسمت روی حالت فوروارد قرار میگیرم. اگه خواستید سرعت رو هم میتونید مجدد برگردونید به حالت اولیه خودش. ببینیم. داخل نرم افزار پریمیر هم به همین شکل هستش. هر جا که خواستید اضافه فیلم رو حذف بکنید. یک کپی از این قسمت بگیرید و در مقابل اون پیست بکنید. وارد تنظیمات سرعت بشید. در این قسمت گزینه ریورس اسپید داریم. تیک ریورس رو فعال بکنید. سرعت هم همون 100ه. به عنوان مثال میذارم روی 250. اوکی میکنم. ببینیم. حالا یک کپی از این قسمت میگیرم. لایه جلوی اون قرار میدم. وارد تنظیمات سرعت. از حالت ریورس خارجش میکنم. و اگر خواستم سرعت این رو مجدد میذارم روی عدد 100. اوکی میکنم. نتیجه رو ببینیم. به همین راحتی میتونید حرکات معکوس رو در لابلای فیلم خودتون اعمال بکنید. موفق باشید.